37مین جشنواره فیلم فجر. آیا انتخاب این نقش در جهت تغییری در روند انتخاب نقش‌های قبلی بوده؟ با توجه به اینکه سن بالاتری رو بازی کردید و اینها. خب من ممنونم از نیما جاویدی که این اعتمادو کرد، این نقش رو به من سپرد و من وسط های فیلم هم بودم، موقعی خوندن گفتم من بازیش میکنم. حتما که من بازیگر دنبال بازیگوشی هم، حتما من بازیگر دنبال اینم چیزای تازه رو یاد بگیرم. مهم اینه که توی سینمای ما این اتفاق بیفته که بدونن که بازیگرا به وقتش و به جاش میتونن متفاوت بازی کنن. جایی که را داره و جا داره آدم باید انجامش بده. خب من بازیگر ابد یک روز میشم 58 کیلو، اینجا میشم 76 کیلو و با لذت این کارو میکنم. این چیزیه که باید به ما بگن و ما انتخابش میکنیم. بله من اگه همزمان تمام فیلمنامه‌ای که خوندم و بهم گفتن، قطعا من سرخوس رو انتخاب میکنم، چون معلومه که تو مسیر من کمک کننده است و من واقعا خوشحالم تو این فیلم بودم. فیلمی که سینماست، فیلمی که فیلم زیبایی واقعا و یه چیز تازه است واسمون و خیلی خوشحالم تونستم حالا این نقش رو بازی کنم. حالا یا خوب یا بدش رو دیگه در آینده مشخص میشه که چه اتفاقی برای این نقش افتاده، ولی من خیلی خیلی حالم خوبه با این اتفاق. نظر شما در مورد این که آقای فراستی از فیلم شما تعریف کردن چیست؟ آقا ما شوک شدیم واقعا، ولی خب واقعیت اینه که یه چیزی بزنین صادقانه بگم، اینو میتونین از نزدیکان یعنی کسایی که دوستای نزدیک من بپرسین، اینجوری نیست که حالا بگیم چون تعریف کرد. جزو منتقدهایی بودن همیشه که هر وقت وارد نقد میشدن تو برنامه‌های هفت از سال‌های قبل یا تو متن و چیزایی که می‌نوشتن، هر وقت وارد، چون یه ما قبل نقد همیشه دارن دیگه، شما وارد میشن، هر وقت وارد میشدن من مثل یک فیلم آمریکایی جذاب میشستم و نقداشون رو گوش میکردم و میدیدم و تحلیلاشون رو، حالا با اون شدت بیرحمیش اون لحظه شاتگان است دیگه تو فیلم آمریکایی، ولی تحلیلاشون دوست داشتم، برام جذاب بود و به نظر من با توجه به اینکه من عاشق سینمای هیچکاکم، سینمای آمریکا رو دوست دارم با افتخار و احساس میکنم یه نقاط مشترکی هم بین من با آقای فراستی در این زمینه‌ها وجود داره، به خاطر همین. ولی نه ادبیاتش دیگه. ببینید نمیخوام قضاوت کنم اصلاً اینکه حالا در مورد ادبیات ایشون، چون شما رو میشناسم دارم میگم، آره آره. ولی نه آره دیگه گفتم در مورد اون مسائل، ولی واقعیت اینه که نه من اتفاقا بدم نیومد وقتی طرفی، آخه یه سری گفتم ببین بیچاره شدی دیگه تمومه، ولی نه من اتفاقا خوشم اومد و صادقانه اگر بخوام بهتون بگم، خیلی صادقانه بهتون بگم، به خودم گفتم دمت گرم فراستی تعریف کرده به حال و این واقعا صادقانه است. بسیار خوب آقای بدرلو نبی، چیزی میخوای بگی؟ آقای محمدزاده بفرمایید، خواهش میکنم. من یه چیزی میخوام بگم، ظهرم نشد خیلی راجع به فیلم سعید حرف بزنم. دارم از بیرون میبینم وقتی که یه نقش بی نظیر مثل ناصر خاکزاد، یه قاچاقچی که تا حالا نمونهشو ندیدیم، اعتماد به این میشه بازی میکنم و اینجا یه رئیس زندانی به اسم سرگرد نعمت جاهد، خدا رو شاکرم این فرصتها به سمت من میاد و احساس میکنم که میخوام اینو بگم که قطعا سال بعد فجر من فیلم نخواهم داشت، حتما این کار رو انجام میدم، چون فکر میکنم که برای دیدن یه سری چیزا، یه سری زحمت ها، یه سری تفاوت ها لازمه که یک سال منو نبینن در فجر، که یکم به گذشته آدم رو برگردن، فیلم های من رو دوباره مرور کنن، شرایط فیزیکال، بیانی، همه چیز منو از نو ببینن و احساس میکنم که نباید سال بعد فیلمی در فجر داشته باشم. اگه داشتم مطمئن باشید که داداشم من نیست.